مردمی علیه رژیم پهلوی به اوج خودش نزدیک میشه. سرکوب و کشتار شاه نه تنها حرکت مردم رو کند نمیکنه، بلکه به اون شتاب هم میده. مثل اینکه صدای انقلاب مردم ایران به گوش کارتر هم رسیده و یا حداقل اونو جدی گرفته. واسه همینه که از طریق اردشیر زاهدی برای شاه پیام میده که تا یک وقت خودشو جلوی انقلابیون نبازه. کارتر حسابی به شاه دلداری میده. من پیامی برای او فرستادم و ضمناً تاکید کردم که ما از هر تصمیمی که وی برای مقابله با بحران اتخاذ نماید پشتیبانی خواهیم. در زمانی که نهضت انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی اوج میگیره و دیگه داره به لحظه های پیروزی نزدیک میشه، کارتر رئیس جمهور آمریکا امروز 4 آبان سال 1357 یک پیام تبریک واسه تولد شاه میفرسته و به شاه دلگرمی میده که حامیش میمونه و بهش میگه که نگران هیچ چیز نباشه. بعضی ها مثل دبیر سفارت مجارستان متن تبریک کارتر به شاه رو سنگ تموم آمریکایی‌ها واسه شاه ارزیابی می‌کنند. تو ایامی که نهضت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به پیروزی نزدیک میشه و کنترل اوضاع دیگه داره از دست محمد رضا پهلوی و حامیان خارجیش خارج میشه، آمریکایی‌ها با همکاری غرب نسخه جدیدی واسه محمد رضا پهلوی می‌نویسن. اونا ژنرال هایزر رو با هدف حل بحران و کنترل ارتش به ایران می‌فرستن. این بار ژنرال هایزر که معاونت فرماندهی ناتو رو هم بر عهده داره برای انجام یک مأموریت ویژه به تهران میاد. محمد رضا پهلوی هم فرمانده‌های نظامی رو جمع می‌کنه و از اونا می‌خواد که از هایزر اطاعت کنن. هایزر بعدها میگه من در این لحظه کلی تو فکر بودم که چطور ممکنه فرمانده من یک بیگانه رو بیاره و بگه از اون اطاعت کنین. آمدن ژنرال هایزر به ایران صرفاً برای این بود که مراقبت بکنن ارتش رو که در واقع مهمترین رکن قدرت شاه هست این انسجامش از دست نده و ترتیبات کودتا هم ریخته بشه که در شرایطی که دیگر هیچ کاری نمیتونن بکنن با انجام یک کودتای خونین که بژینسکی در خاطراتش ازش به عنوان کودتای سی نام میبره. بعد از آمدن ژنرال هایزر به تهران با هدف کنترل ارتش و انجام کودتا، غرب و رسانه‌های غربی با یه برنامه‌ریزی مشخص و هماهنگ سعی می‌کنن ارتش رو مطاع و مدافع رژیم پهلوی نشون بدن. اونا سعی می‌کنن تو گزارشاشون به سران ارتش